سلام، من مهندس دستوری هستم و با یه آموزش دیگه از آموزش بازی سازی با یونیتی در خدمتتونم. اگه بازی پابجی رو در موبایلتون یا کامپیوترتون یا پلی‌استیشنتون انجام داده باشید، با این بازی آشنایید و توی این سری ویدیو ها هم ما می‌خوایم با هم دیگه پابجی رو توی یونیتی بزنیم. و توی این ویدیو هم می‌خوام از مینی مپ شروع کنیم و توی این ویدیو می‌خوام به شما مینی مپ رو آموزش بدم که با یه دوربین و یه رندر تکچر ساده می‌تونیم این کار رو انجام بدیم. پس اگه تا الان کانال ما رو سابسکرایب نکردید، روی آیکون بزنید کانال ما رو سابسکرایب کنید، روی دکمه زنگولم بزنید که از ویدیوهای بعدی ما هم باخبر بشید. راستی به سایت گیم نو پلی سر زدید؟ اگه سر نزدید حتما سر بزنید، چون پر از بازی های جالبه و نیازی هم به دانلود نداره و منم خودم برای ساخت بازیام از این سایت ایده گرفتم. و اگر هم کاری بلد هستید در زمینه صنعت گیم مثل کانسپت دیزاین، بیزینس پلان، برنامه نویسی، کاراکتر دیزاین، ساخت ساوند افکت و خیلی کارهای دیگه، میتونید در گیمینگ استور ثبت نام کنید و با استفاده از ابزارهای این سایت خودتون رو تبلیغ کنید، جذب مشتری کنید و کسب درآمد کنید. خب با تشکر از بدارم بریم پیش رو. خب الان اینجا من یه سین داخل یونیتی درست کردم و یه دونه FPS کنترولر، یه پلیر فرست پرسون دارم داخلش و یه زمینی معمولی هم، یه مپ معمولی چیدم و این فرست پرسون کنترولر رو که اینجا دارم رو من از داخل فولدر استاندارد asset قسمت characters، این قسمت اول فرست پرسون و قسمت پیفا و همین اولی رو برداشتم که برای اینکه بتونید به این استاندارد asset دست پیدا کنید میتونید از asset استور خود یونیتی بگیرید یا این ویدیویی که لینکش بالا هست رو کلیک کنید و تماشا کنید. و یه دونه متریال دارم برای زمینم و چند تا مش که داخل صفحه از اینا استفاده کردم. خب الان یه بار با هم دیگه بازی رو تست بکنیم که ببینیم چیکار میکنه. حالا این پلیر منه که به صورت فرست پرسونه و ما نیاز داریم که این گوشه برای ما مپ یا همون مینی مپ ما بیاد که بتونیم صفحه بازیمون رو تماشا بکنیم از بالا. و چون مینی مپ از بالاه، یعنی یه آبجکتی باید از این بالا به همه آبجکت‌ها نگاه کنه که این بشه مپ ما. و تنها آبجکتی که نگاه میکنه به همه چی کامراه که ویدیو ضبط میکنه یا همون نگاه میکنه. من اسم کامرا رو عوض میکنم، میذارم مینی مپ کامرا که از این بالا نگاه کنه. البته اسمش هم زمینی کامرا و به اودیو نیسر نیازی نداره. اینو پاک کنید که این موقع داخل بازیتون اشکالی پیدا نکنه. همچنین ببینید مثل دوربین های معمولی سبودیه که سفر رو باش میبینن و معمولا این دوربین رو میدن به پلیه که ما نمیخواییم اتفاق بیفته. برای همین من قسمت روتیشنش رو میزنم روی 90، ایکسش رو که به سمت پایین نگاه کنه، یه خورده میگه رو زیاد میکنم که بره بالا، یه خورده بیشتر، بازم اندازش کمه، خب یه خوردم بیشتر. خب الان هم توی میبینید داره از بالا نگاه میکنه، برای همه آبجکت ها به صورت سه بودی هم و هم توی میبینید داخل مپ همه آبجکت ها به صورت دو بودی هم. پس میتونیم این قسمت پروژکشن و بذاریمش روی حالت اردوگرافیک که همون دوربین دو بودی توی بازی دو بودی استفاده میشه و یه خوردم میگه که شو بیشتر بیارم پایین، چون دیگه روی حالت اردوگرافیک نیازی نیست. و سایزش هم میذاریم روی به عنوان مثال 20 که زیاد، البته میذاریمش روی 15، یک یکش هم گذاشتم روی 25. خب الان داره از بالا به همه صفحه ما به صورت دو بعدی نگاه میکنه. پس تا الان ما مینی مپمون رو ساختیم، ولی باید نگاه کنیم که داخل کنوس، داخل گیممون بیاد اون گوشه و اینو بزنیمش رو حالت صفر، بیاد گوشه بازیمون. برای این کار باید اول یه دونه کنوس درست کنیم، چون داخل گیم باید اینجا دیده بشه و تنها چیزی که میتونه این کار رو انجام بده کنوسه. پس میام قسمت یو آی اینجا و یه دونه کنوس درست میکنم. و حالا برای اینکه برای کمرام یه تکسچر درست کنم، میام اینجا یه فولدر جدید درست میکنم داخل پروژکت یونیتی و اسمش رو میذارم تکسچر. میام داخل تکسچر و اینجا میام روی کرییت و یه دونه رندر تکسچر رو درست میکنید. روی رندر تکسچر میزنیم، یه دونه برای ما اینجا درست میکنه و اسمش رو همون میذارم مینی مپ. و این تکسچر اون قسمت این اسپکتوری سری تنظیمات داره، مثل دیمنشنش یعنی ابعادش که روی حالت دو بودیه که میتونید سه بودی هم بذارید، ولی ما از همون دو بودی باید استفاده کنیم. و سایزش هم روی 256 در 256 که من این خورده بزرگ میکنم، مثلا میذارم رو 500 در 500 که فکر میکنم اندازش خوب باشه. و حالا کامرامون رو سلکت میکنیم، این قسمت رندر تکسچر، این رندر تکسچرمون رو بهش اسائن میکنیم که الان تکسچر ما ساخته شد و مینی مپمون دیگه جزء کامراهای بازی نیست و فقط برای خود همین تکسچر استفاده میشه.
خب میریم داخل کنوسمون و یه دونه ایمیج درست میکنم، قسمت یو آی یه دونه رو ایمیج درست میکنم، یعنی ایمیج خام درست میکنم اینجا و ابعادش رو مساوی میکنم با اون ابعاد تکسچرمون، یعنی 500 در 500 و البته یه خورده بزرگی اندازش، برمیگردم رو همون 100 و میام اینجا تکسچرمون رو یه خورده اندازش کوچیک میکنم، میذارم رو همون 256 در 256 فکر کنم همین اندازه خوب باشه. و خب الان این عکسمون هم اندازه شو همون بذاریم رو 256، البته اول این رو به قسمت تکسچر اضافه میکنیم که مپمون میاد روی این رو ایمیجمون. و البته میتونید خیلی راحت روی این گزینه set native size بزنید که خودش خیلی راحت اندازه ایمیجمون رو مساوی میکنه با اندازه تکسچرمون که داخل تکسچر دادیم. و اگه من اندازه اینو به مرزه زیاد کنم بزنم روی مثلا 1011 روی این گزینه بزنم، بازم برمیگرده روی همون سایز تکسچرمون. خب حالا اینو بیاریم این گوشه صفحمون، ایکس و یکش رو تغییر بدیم که بیاد تو گوشه کنوسمون و از اون گوشه دیده بشه. من این رو تنظیم میکنم، ایگرگش هم بیذاره منفیه 500 زیاده، اینم خب تقریبا خوبه، همین اندازش خوبه. فقط یه خورده مینی پپمون در اصل یه ذره کوچیکه، یه ذره بزرگش میکنم، میذارم روی 300 به عنوان مثال، بازم کوچیکه به نظرم، میذارم روی 350 که دیگه آره اندازش هم اینجا خوبه، همین 350 میذارم و داخل تکسچر هم اندازش میکنم 350 که یه وقت اشکالی رخ نده و کیفیتش هم پایین نیاد. خب الان جاش تعیین شد خیلی راحت و الان میتونیم بازی رو تست کنیم. مپمون آماده است، مینی مپمون، من این سین رو میذارم این گوشه و حالا بازی رو پلی میکنم. چون الان به پلیرمون متصل نیست، پلیرمون هر حرکتی بکنه مینی مپمون همونجا وای میسه، برای همین من داخل سین کامرا رو میبرم و هم توی داخل گیم هم دیده میشه. خب الان مینی مپمون داره درست کار میکنه، حالا نیاز داریم که وصلش کنیم به پلیرمون. من سین رو برمیگردم سر جاش و برای این کار میتونیم خیلی راحت میپمون رو بذاریم جزو چایلد های پلیرمون و الان اگه بازی رو بازی بکنی همونطور که میبینید مپ داره درست کار میکنه، ولی چون چایلد روتیشنش هم مانند روتیشن پلیر من میچرخه همونطور که میبینید که این اشتباهه و همونطور که داخل بازی میدید مپ هیچ وقت نمیچرخه، اون پلیره که داخل مپ میچرخه، برای همین این چیز اشتباهیه. ما باید کار کنیم که فقط پلیرمون بچرخه و مینی مپمون فقط داخل دور پوزیشن پلیرمون باشه. برای همین من اینو از داخل پلیرم در میارم و بعد برش یه دونه اسکریپت بنویسیم، یه فولدر درست میکنم اسمش رو میذارم اسکریپت و میرم داخلش، اینجا هم یه دونه اسکریپت سی شارپ درست میکنم و اسمش رو به عنوان مثال میتونیم بزنیم مینی مپ منیجر و هر کد دیگه ای که خودتون داخل بازیتون دارید میتونید داخل این بنویسید، چون مدیر مینی مپمونه. من حالا چون همه کارهای مینی مپ رو دارم به این کد دیگه اسمشو میذارم مینی مپ منیجر و حالا ساخته شو خیلی راحت به مینی مپ هم اساینش میکنم و میرم داخل کد. با ویژوال استودیو باز کردم من این سی شارپم رو و به متد استارت نیازی نداریم قطعا و این بالا به ترانسفورم پلیرمون نیاز داریم، برای همین من پابلیک مینویسم ترانسفورم، البته اشتباه شد، ترانسفورم به اسم پلیر پوز، هر اسمی میتونید بذارید، به اینا احتیاجی نداریم، به این دوتا نیمیت فیس بالا هم نیازی نداریم. خب حالا میتونید از متد آپدیت استفاده کنید، البته میتونید از فیکسد آپدیت هم استفاده کنید، من معمولا از همه فیکسد آپدیت استفاده میکنم، برای همه فیکس آپدیتش میکنم. و حالا باید اینجا ترانسفورم یعنی پوزیشن مینی مپمون رو مساوی کنیم با پلیر، برای همین می‌نویسم ترانسفورم دات پوزیشن مساوی با نیو وکتور 3 پرانتز باز پرانتز بسته و سی میکنم و اینجا باید اندازه ها رو بدیم x y و z رو و اولی x پلیر پوز دات پوزیشن دات x که فکر کنم xش همین مقدار باید بمونه، الان داخل یونیتی هایی ببینید بله ایکسش باید با پلیرمون حرکت کنه که داخل ایکس به دنبال پلیر بره، پس این از ایکسش حالا ایگرگ پلیر پوز داد پوزیشن داد ایگرگ که ایگرگش باید یه فرقی بکنه چون باید یه فاصله ای با پلیر از زمین تا پلیر داشته باشه، چون اگر به عنوان مثال ما زمینمون پستی بلندی داشته باشه و پلیرمون از اون پستی ها بره بالا، اونقدر ممکنه دوربین ما بره داخل اون زمین و کارمون اشکال پیدا کنه، برای همین
بهتره که همیشه دوربینمون یه فاصله به عنوان مثال 10 تا یا 20 تا با پلیرمون رو حفظ بکنه و 10 تا یا 20 ازش بالاتر باشه، که اگه پلیرمون از پستی بلندی هم بالاتر رفت دیگه کارمون اشکال پیدا نکنه. من ایگرش رو میزنم رو 40 ایگرگ مینیمم رو که بالا باشه و همین سایزش هم دوباره همون برمیدم رو 15. چی شد؟ الان یه بار دیگه سایزش رو 15 و این ترانسفورم میشه میزنم رو 0 و ایگرگش هم 40. خب الان برمیگردم داخل کد که همین فاصله 40 تا رو با پلیرمون حفظ بکنیم. برمیگردم داخل کد و اینجا علاوه 40 میکنم و این آخرم خیلی راحت زد پلیرمون مینویسم، پلیر پوز دات پوزیشن دات زد. و البته این اولش هم یه اینتر بزنیم که خواناتر بشه کدومون. و این زد رو به این علت مثل x نوشتم همینجوری خالی بدون هیچ عددی، به خاطر اینکه زدمون هم مثل x مون باید دقیقا به دنبال پلیر در این سطح عبور کنه که بتونه به این شکل در همه این سطح ها به دنبال پلیرمون بره. خب حالا ترانسفورم پلیرم رو بهش اسان میکنم و بازی رو پلی میکنم که اونم چه اتفاقی میفته. خب امیدوارم تا اینجا ویدیو لذت برده باشید. من خواستم یادآوری کنم که روی این آیکون بزنید کانالمون رو سابسکرایب کنید، روی دکمه زنگولم بزنید که از ویدیو بعدی ما با خبر باشید و لایک و کامنت هم فراموش نشه. خب بریم برای ادامه ویدیو. خب همونطور که میبینید دیگه الان مپ من مثل پلیرم نمیچرخه و داره دنبال پلیرم هم با من حرکت میکنه. البته اگر پلیر شما یک جسمی داشته باشه داخل مپ دیده میشه، پلیر من چون هیچ جسمی نداره و هیچ مشی نداره دیگه داخل مینی مپ دیده نمیشه. و البته اگر بازی شما مثل بازی من یه اینجوری پایین داشته باشه، یعنی اگه پلیر شما از این گوشه بتونه بیفته، الان اگه من از این گوشه بیفتم ممکنه ایراد پیدا کنه، چون مینی مپ دنبال من میاد و بعد از این به بعد دیگه اصلا از زمین رد میشه و دیگه هیچی رو رندر نمیکنه و به ما نشون نمیده، چون ما گفته بودیم یه فاصله ای رو باید با پلیرمون حفظ کنیم. برای همین میاد این گوشه پلیر ما میفته، اینم باش میاد پایین و کلا فرو میره توی زمین و بازیمون اشکال پیدا میکنه. پس برای اینکه این اتفاق نیفته میتونیم بگیم که اگر پلیر ما ایگرگش منفی 1 شد دیگه دنبال پلیر ما نه، یعنی اگه پلیر ما رفت منفی رفت داخل زمین دیگه دنبال پلیر ما نره. میام داخل کد و اینجا برای اینکه خیلی خوانا‌تر بشه کدام یه متد دیگه درست میکنم، private void، البته void نه، float رو نویسم، یه خروجی float بهش میدم و اسمش رو میذارم get position y، position y که داخل این متد میتونیم y پلیرمون رو بگیریم در چه اندازه‌ای باید دنبالش بریم. یه if می‌نویسم و داخل if می‌نویسم اگر که پلیر پوزمون دات پوزیشنش دات y‌اش بزرگتر بود از منفی یک چه اتفاقی می‌افته؟ همین اتفاقی که الان داره اجرا میشه، یعنی همین پلیر پوز دات پوزیشن دات y به علاوه 40 رو می‌ذارم اینجا ریترن کنه همینو که ایرگ به علاوه 40 باشه. و در غیر این صورت البته اینو بذارید اینجا بنویسم get position ایرگ پرانتز بسته و یه در غیر این صورت همین پایین می‌نویسیم که اگه در غیر این صورت بود، یعنی اگه پلیر ما توی منفی 1 بود چی رو ریترن کنه همین ترانسفورم خودش رو ترانسفورم دات پوزیشن دات ایرگ، یعنی خودش دیگه روی حالت همون 40 بمونه، اگر 40 هست 40 بمونه، اگه هر عددی دیگه اون بالا بمونه و با پلیرمون به سمت پایین نره. و اینم خیلی راحت شد کامندی. میتونیم این دستورم داخل یه متد بنویسیم، حالا برای اینکه خواناتر بشه من اینم داخل یه متد مینویسم، private void میکنم، اسمش رو به عنوان مثال میذارم follow دنبال کردن، پرانتز بسته و این دستورم هم میندازم داخل این متد و متد follow رو داخل fixed update هم صدا میکنم. اشتباه شد فالو. خب الان کارامون کامندی شد و کارامون هم داره درست انجام میشه. حالا برگردم داخل یونیتی و یه بار دیگه تستش میکنیم. خب الان نقشه رو داره به ما درست نشون میده، من میرم که از این گوشه زمین بیفتم، فاصلهش هم به من داره حفظ میکنه، من میرم گوشه زمین و از همین جا اگه بیفتم پایین، بله همونطور می‌بینید دیگه اصلا دنبال من نیومد، همون بالا موند و هنوز مپو داره نشون میده و فقط پلیر منه که داره از زمین میفته. خب پس اینم درست شد. حالا شاید شما بگید که این مربعه، شاید بعضی جاها شما به دایره نیاز داشته باشید و دوست داشته باشید که
مینیمپتون به صورت دایره باشه. من اینم به شما آموزش میدم توی همین ویدیو. ما نیاز به برنامه فتوشاپ داریم و بریم داخل فتوشاپ و تعدادی عکس درست کنیم. میاد اینجا قسمت نیو داکیومنت فتوشاپ و اندازه رو میذاریم همون اندازه ای که به تکسچرمون دادیم، یعنی 350x350 و کرییت میکنیم یه دونه. خب الان به این شکل اینا پاک کنم. خب الان اینجا باید یه دایره درست کنیم که مپمون روی دایره بیاد. یه دونه روی دایره میزنم و یه دایره منتظم البته باید درست کنید، شیفت رو بگید که منتظم بشه. خب الان این شد دایره من داخلش رو بیرنگ کنید به این صورت و داخل و دورش هم سیاه و همین هر رنگی البته میتونید بذارید ولی بهتر اون سیاه بذاریم و پیکسل دورش هم میذاریم رو 10 که 10 تا بزرگ بشه که دیده بشه. خب الان من کنترل رو میگیرم و روی اون اینجا روی این عکسش کلیک میکنم که دورش رو سلکت کنه و میام قسمت ایمیج کراپ رو میزنم که دقیقا ببره اندازه ایمیج من کنه که این موقع هیچ فاصله داخلش نیفته که کارمون اشکال پیدا نکنه. حالا برای اکسپورت ایمیجمون هم میام قسمت فایل، میام این پایین قسمت اکسپورت اینجا و اکسپورت از رو میزنیم اینجا، اکسپورت از رو میزنیم و اینجا صفحه اکسپورت برای ما باز میشه و البته میتونید همونطور که میبینید اینجا داخل اکسپورت نوشته، اینا رو نوشته، کنترل آلت شیفت و دبلیو رو میگیریم خودش برای ما باز میشه. البته یادتون باشه که حتما باید روی حالت پی ان جی باشه فرمتش. فرمت شروع رو پی ان جی و اکسپورتش میکنم. میام داخل فولدر یونیتیم پروژه‌مو پیدا میکنم، داخل اسید، داخل تکسچر، خب اسمش هم انتخاب میکنم، به عنوان مثال اسمش رو میذارم مینی مپ underline چون foreground یعنی جلوی مینیمپ مونه، اسمشو میذارم foreground و همینجا سیوش میکنم. خب این از این. حالا برای background مینیمپ مونم یه دایره به همین اندازه میخواییم، برای همین از این کپی میگیرم یه دونه و این پانیر دیگه خاموش میکنم، بهش احتیاجی نداریم. میام اینجا برعکسش میکنیم دیگه، دورش رو بیرنگ میدیم و داخلش رو سفید که به این شکل در بیاد. بهتر سفید بدید که داخل مپتون رنگ دیگه ای نیاد. دوباره کنترل آلت شیفت دبلیو رو میگیریم، اکسپورتش میکنم داخل فولدرم یونیتی، فولدر پروژه‌ام، اسید، تکسچر و دوره اسمش انتخاب میکنم، این دفعه چون بک‌گراند مینی مپ آندرلاین بک‌گراند. خب حالا سیوش میکنم و الان بک‌گراند فورگراند درست کردیم، برمیگردیم داخل یونیتی و اینجا تکسچرمون اومد. البته این اولی که مینی مپ بمونه، این دوتای دومیه که همینطور میدید الان مربع برای ما دایره داده بودیم. میتونید بیاید اینجا بذاریدش روی حالت دو بودی و یو آی و اپلای کنید که درست میشه. اینه که همینطور دو بودی و یو آی که چون الان پروژه ما سه بودی هست اینا رو به صورت تکسچر میاره، برای همین اشتباه میشه، ولی اگه بازیتون دو بودی باشه اینا همینجوری دو بودی میاد، برای همین باید بذاریم شروعات دو بودی و یو آی که درست بشه. حالا این رو ایمیجی که درست کردیم اسمش رو همون میذارم مینی مپ که قاطی نشم با هم دیگه، چون بعد یه رو ایمیج دیگه هم درست کنیم اینجا، یه دونه دیگه هم درست میکنم و اسمش رو میذارم بک مینی مپ، بک‌گراند مینی مپ ماست و همین دایره بک‌گراندمون رو بهش اسائن کنم. البته برای اندازش هم به اندازه مینی مپمون میکنم دقیقا و اینو به قسمت تکسچر میدم. الان دایره شد، الان میذارمش دقیقا روی پوزیشن این چند بود 700، ایکسش روی 700 و ایگرگش هم منفی 300. خب الان دایره شد و برای اینکه این گوشه های مربع مینی مپمون هم بریده بشه میتونیم مینی مپمون رو بیاریم و بکنیم جزو چایلد بک‌گراندمون و الان هنوز درست نشده و برای اینکه درست بشه این بک‌گراند رو یعنی همون ایمیجی که داخل فتوشاپ درست کردیم سلکت میکنیم و میایم اینجا قسمت یو آی ماسک رو میزنید، کامپوننت ماسک که ماسکش میکنه و دیگه مربع دیده نمیشه و به شکل دایره روی بک‌گراندی که درست کردیم میاد. یه رو ایمیج درست یه رو ایمیج دیگه درست میکنم و اسمش رو میذارم فور مینی مپ، فورگراند مینی مپ ماست و همین تکسچر فورگراندم رو بهش اسائن میکنم، اندازش هم اندازه مینی مپ هم میکنم 350 350 و میذارمش روی همین نقطه 700 و منفی 300. خب الان من مپ ما به صورت دایره ای اومد و دورش هم این خط سیاه. حالا تستش کنیم ببینیم چطور کار میکنه.
خب هم توی میبینید مپ بازم داره درست کار میکنه و به شکل دایره ای در اومده، حتی بزرگترش هم میشه کرد. شما میتونید تغییراتی که خودتون دوست دارید رو روی این مینی مپتون بدید و هر طوری که دوست دارید مینی مپتون رو انجام بدید و درستش کنید. حالا من یه بار دیگه از صفحه میپرم بیرون و بازم همونطوری داره درست کار میکنه. خب البته من برای دور یعنی همون برای فورگراند مینی مپ هم یه عکس دیگه هم آماده کردم. این عکس که یه خورده این دورش سیاهی داره و یه خورده حالت واقعی تر میده. من همین رو اکسپورت میکنم داخل پروژه هم. شما میتونید هر تغییراتی که دلتون بخواد روی مپتون بدید. همین رو اکسپورت میکنم. یونیتی، پروژه، اسیت، تکسچر و اسمش هم میذارم مینی مپ underline texture. خب برمیدن داخل یونیتی، دوباره اینم میزنم روی حالت دو بودی و یو آی اپلایش میکنم. خب حالا به جای تکسچر قبلیمون همین ایمیج جدیدمون رو بهش اسان میکنم. خب الان دورش یه رنگ سیاهی تقریبا اومد که یه حالت واقعی تر به بازی من میده. آن توی میبینید یه خورده مینیمپمون قشنگ تر شد. شما دیگه هر طوری که دوست دارید مینیمپتون رو بسازید و ازش استفاده بکنید. یه بار دیگه هم من میام گوشه زمین که از اینجا بیفتن پایین، یه بار دیگه هم تستش بکنیم. اینجا یه بار دیگه هم میپرم پایین و بازم داره درست کار میکنه. خب امیدوارم این ویدیو مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. ویدیوی بعدی این سری آموزش از دست ندید. توی ویدیوی بعدی میخوایم پوزیشن پلیرمون رو در نقشه نمایان کنیم و اگر هم تا الان کانال ما رو سابسکرایب نکردید روی آیکون بزنید کانال ما رو سابسکرایب کنید، روی دکمه زنگ کنم بزنید که از ویدیوی بعدی ما با خبر بشید و این ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید تا اونها بتونن استفاده کنن. خدا نگهدار.